اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم. یعنی تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده، یک جایش بر اساس حمایت ها و پشتیبانی ها و نفوذ ها بوده. در مدت 10 سال 13 بار این مدیر عامل و سرپرست عوض شدن. اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمینی داشته باشن برای وصولش، و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن.